یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد در سخنانی تاکید کرد که تحریم مقام های نظامی میانمار باعث می شود تا آنها از اقدام های سرکوبگرایانه ای که علیه مردم انجام می دست بکشند. تام اندروز گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در میانمار با تاکید بر اینکه تحریم های اقتصادی اقدامی نظامی برای نظامیان حاکم در میانمار است گفت واکنش جامعه بین المللی به بحران میانمار شکست خورده و این شکست باعث شده تا جان میلیون ها نفر به خطر بیفتد و افزود بازداشت خودسرانه شکنجه و حملات سازمانیافته به روستاها به نشانه و ویژگی حکومت نظامی میانمار تبدیل شده است گزارشگر ویژه سازمان ملل زنگ خطر را درباره یک فاجعه انسانی قریب الوغو در اردوگاه های آوارگان روهینگیا در بنگلادش به صدا درآورد و خاطر نشان کرد که به واسطه ی عدم بودجه اضافی فوری به ناچار تصمیم اتخاص خواهد شد که در نتیجه آن در هفته های آینده سهمیه غذای اختصاصیافته یافته برای آوارگان روهینگیا تا 20 درصد کاهش یابد. ضمن اینکه احتمالا این کاهش جیره غذایی صدها هزار نفر را به طور کامل حذف می گفتنی است نزدیک به یک میلیون پناهجوی مسلمان روهینگیا در اردوگاه های در منطقه مرزی کاکس بازار در بنگلادش زندگی میکنند که بیشتر آنها از سرکوب نظامی در میانمار در سال 2017 اند. تا کنون حکومت نظامی میانمار که با کودتا قدرت را در دست گرفت تمایل چندانی برای بازپسگیری پناهندگان روهینگیا از خود نشان نداده است.